این هفته برای تماشای آثار رایان تابت، هنرمند لبنانی، به مجموعه هنری پاراسول یونیت لندن اومدیم. در این برنامه پرینس، خواننده معروف پاپ، در عکس‌های افشین شهیدی، معرفی انیمیشن چلچله های کابل، حسین والامنش، پیوند شرق و غرب در هنر معاصر. رایان تابت در بیشتر کارهاش سراغ اشیای واقعی میره که بخشی ناگفته از تاریخ رو بازگو میکنه. بخشی از تاریخ که تعمدن به فراموشی سپرده شده. مثل حلقه هایی که خط لوله های نفتی از کار افتاده رو بازنمایی میکنه و به دوران استعماری ارجاع داره. تابت با مجسمه هاش و چینش خاص اشیایی که به نمایش گذاشته، رابطه جدید بین گذشته، حال، حافظه و واقعیت برقرار میکنه. پرینس یکی از خواننده ها و آهنگساز های مطرح دهه 80 و 90 آمریکا بود. افشین شهیدی هم یک ایرانی هنرمند مقیم آمریکاست که برای دو دهه عکاس شخصی پرینس بود و تونست جنبه های کمتر دیده شده ای از زندگی شخصی و کاری پرینس رو ثبت کنه. افشین شهیدی میگه پرینس در او شخصیت متفاوتی دید، برای همین ازش خواست که عکاس شخصیش بشه. با هم سری میزنیم به نمایشگاه افشین شهیدی در لندن و زبان خودش میشنویم که چطور پرینس برای اولین بار ازش خواست که به همراهش به تور بره. اسم من افشین شهیدی هست. تو مشهد دنیا آمدم و الان تو لندن هستیم. یه اگزیبیت عکسای آرتست پرینس که من مثلا 20 سال باهاش کار کردم اینجا گذاشتیم. وقتی 5 سالم بود همراه با مادرم ایران رو ترک کردیم. من در واقع در مینیاپولیس در آمریکا بزرگ شدم. وقتی بچه بودم مادرم یه اتاق تاریک عکاسی داشت و اونجا بود که جادوی ظاهر شدن تصویر روی کاغذ رو دیدم. برای اولین بار پرینس رو در همون مینیاپولیس دیدم. مشغول فیلمبرداری یکی از موزیک ویدیوهاش بود که منم بخشی از گروه فیلمبرداری بودم. فکر میکنم وقتی من رو دید به نظرش یه آدم ناآشنا اومدم. اومد جلو ازم پرسید تو کی هستی؟ در اون زمان پرینس دیگه یه سوپر استار شده بود. همه جای دنیا کنسرت برگزار کرده بود. یه جایزه اسکار برده بود، فیلم ساخته بود، هر روز توی اخبار بود و همه او رو میشناختن. بنابراین نزدیک شدن بهش کار خیلی سختی بود. یادم تهیه کننده ها همیشه میگفتن مواظب باش به صورت پرینس نگاه نکنی، به چشماش نگاه نکن، باهاش صحبت نکن. فکر میکنم یکم اغراق میکردن. او اصلا اینطوری نبود. به جاش میومد و با من حرف میزد و همه میگفتن چرا پرینس با این بچه حرف میزنه. فکر میکنم به هر دلیلی از من خوشش اومده بود. این رو در من دیده بود که خیلی برای فیلمسازی و عکاسی هیجان داشتم و فرصتهای دست اول خیلی خوبی رو به من داد. اولین بار که براش عکاسی کردم بیشتر شبیه به یه تست بود. ازم خواست که از خودش و گروهش عکاسی کنم. از روی صورتش نمیتونستم بفهمم که خوشش اومده یا نه. چند تاشون رو خیلی سریع نگاه کرد و به هم پسشون داد و رفت. بعد از اینکه ما رو ترک کرد، تهیه کنندش اومد پیش من و گفت پرینس میخواد که بیای و ازش عکاسی کنی. چند تا ایده توی ذهنت داشته باش. رفتم چند تا مغازه دست دوم فروشی و چیزای مختلف برای صحنه پیدا کردم. از یه دکوراتور صحنه هم که میشناختم خواستم تا یه دیوار سبز درست کنه که به شیوه خاصی رنگ شده بود. از خونه مادرم چند تا قاب عکس آوردم و روی دیوار گذاشتم.
بعد از عکاسی اومد و عکس‌ها رو دید و گفت دلت میخواد برای تورهام با من بیای؟ هدف من همیشه این بود که طوری از پرینس عکاسی کنم که مردم انتظار دیدنش رو نداشتن. مثلا این خیلی طبیعیه که پرینس رو روی صحنه ببینی، اما اینکه پشت یه تریلی یا پشت نرده ببینیش غیر طبیعیه. توی یکی از عکس‌ها می‌بینیمش که توی یه راه پله با آینه‌های طلایی ایستاده. بر حسب اتفاق این راه پله خونش در لندن بود. وقتی منتظرش بودم که آماده بشه، برای خودم توی خونه میچرخیدم که توی یکی از اتاق‌ها این راه پله رو پیدا کردم. وقتی دیدمش بهش گفتم پرینس، ما باید اینجا یه عکس بگیریم. منظورم این بود که وقتی برگشتیم سر فرصت این کارو بکنیم. او راه پله رو دید و گفت عالیه، دو دقیقه وقت داری که عکس رو بگیری. این یکی از عکسایی که پشت صحنه ازش گرفتم و بعد با یکم ادیت تو فتوشاپ به یه نقاشی دیواری خیلی معروف روی دیوار استدیوش تبدیل شد. این عکس رو توی خونه پرینس در لس آنجلس گرفتم وقتی مشغول ساختن یکی از موزیک ویدیوهاش بود. اینم مال همون موزیک ویدیوه. متاسفانه سال 2016 پرینس فوت کرد. مرگ پرینس خیلی سخت بود. از نگاه من او آدم خیلی سالم و بشاشی بود. بنابراین برای من و خانواده‌ام خیلی غیر منتظره بود. مسلماً او برای ما فقط یک کارفرما نبود. کسی بود که من وقت زیادی رو باهاش گذرونده بودم و برام مهم بود. این عکس پرینس رو خیلی دوست دارم، چون احساس میکنم او اینجا به یک هنرمند واقعا بالغ تبدیل شده بود. توی عکسایی که من ازش گرفته بودم، این یکی از پورتره‌های مورد علاقه خودش هم بود. چلچله های کابل فیلم انیمیشنی که بر اساس رمانی به همین نام نوشته یاسمینا خضرا ساخته شده. ماجرای عاشقانه ای که در سالهای اول به قدرت رسیدن طالبان در کابل اتفاق میفته. زبو برایتمن و الا گوبه کارگردانان این فیلم هستند و هنرپیشه های مطرحی مثل هیام عباس و سیمون آبکاریان در اون به عنوان صداپیشه حضور دارند. الا گوبه یکی از کارگردانان و طراح پویا نمایی این انیمیشن با تماشا گفتگو کرده. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. C'est un rat, baisse la musique tout le temps du dehors. Tu vas nous aider. Désolée, Nastaran. Merci. J'aimerais te renseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraye. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres. Alors le film s'appelle Les Hirondelles. اسم فیلم چلچله‌های کابله و اقتباسی از رمانی به همین اسم نوشته یاسمینا خضرا. فیلم ماجرای دو زوج رو تعریف میکنه. یکی عتیق و مسرت که زن و شوهری نسبتاً پیر هستن. مسرت مریض و در حال مرگه. عتیق هم نگهبان زندان زنانه. زوج دیگه محسن و زنیرا هستن که نسبتاً جوونن، پر از امیدن و میخوان به هر ترتیب اوضاع خودشونو بهتر کنن. اتفاق ناگواری در زندگی یکی از اونا موجب میشه که این آدما همدیگر رو در طی داستان ملاقات کنن. زنیرا در این داستان شخصیت زنیه که آزادی و امید رو تداعی میکنه. کسیه که نیروی مقاومت و میل به زندگی درش بیشتر از بقیه شخصیت های فیلمه. با دیدن زنیرا چیزی در عمق وجود عتیق بیدار میشه. به دلیل تمام ویژگی هایی که این زن داره و به خاطر حسی که از عمق وجودش برمیخیزه. همه هستی این زن عتیق رو دگرگون میکنه. این که زنیرا در سلول چادر از سر بر می داره موضوع کم اهمیتی نیست. همه مفهوم آزادی در همین حرکت متبلور می شه و همین هم هست که موجب می شه عتیق به خودش بیاد و دست به کاری بزنه و به یک معنا خودش رو نجات بده. علیزی
Vous inquiétez pas donc, hein, les acteurs, si jamais il y a une petite chose, on reprend et on se dit les trucs. Comme vous voulez. Quelle ironie. Avoir survécu à 20 ans de raid aérien, d'embuscades, à des engins explosifs, à tous les combats, pour se retrouver coincé entre une prison pour condamner à mort et une femme à l'agonie. زابو برایتمن قبل از من برای کارگردانی این انیمیشن دعوت شده بود. زابو برایتمن در فرانسه فیلم‌های بلند زیادی کارگردانی کرده، اما پیش از این هیچ وقت کار انیمیشن نکرده بوده. ما همدیگر رو دیدیم و بعد از اینکه زابو طرح گرافیکی منو پذیرفت، شروع به همکاری کردیم. اول یه آرشیو مفصل گردآوری کردیم. تعداد زیادی فیلم مستند و گزارش دیدیم و عکس‌های زیادی تماشا کردیم. از این عکس برای سالن کلاس دانشگاه توی فیلم الهام گرفتم. عکس ها به تنهایی گویا هستن. فقط باید از روشون طراحی میکردیم. شیوه کاری ما متفاوت از شیوه سنتی تهیه انیمیشن در فرانسه بود. چون زبو میخواست که جایگاه هنرپیشه ها محکم باشه. خواستش این بود که اونا نقش ها رو در موقعیت های واقعی قصه بازی کنن و همزمان صداشون هم ضبط بشه. کاری که به صورت متداول در انیمیشن انجام میشه اینه که هنرپیشه ها جلوی میکروفون میستن و جمله هاشون رو ادا میکنن. ولی بازی نمی کنن. Cette femme n'ignorait rien de ce qu'elle faisait. L'ivresse de la fornication l'a détournée de la voie du Seigneur. تو کار ما هنرپیشه‌ها موقعیت رو بازی می‌کردن و ما با بوم صداشون رو می‌گرفتیم تا بتونیم همه این بافت صدای حرکت کردن رو هم داشته باشیم. مثلا صدای جویدن، چون وقتی صحنه غذا خوردن رو ضبط می‌کردیم، اونا واقعاً غذا می‌خوردن. اگه لازم بود اونا برقه می‌پوشیدن. چون وقتی زیر برقه حرف می‌زنی صدا تغییر می‌کنه. همه اینا واقعا جالب بود و یک محتوای اولیه بسیار دقیق و قوی برای انیماتورها درست میکرد که از حالا به بعد باید بر اساسش طراحی میکردن. انیماتورها تصویر به تصویر این انیمیشن رو کشیدن. به شیوه سنتی انیمیشن دو بعدی. من از قبل به تکنیک کار فکر نکرده بودم. تکنیک و روش کارم همزمان با پیش رفتن تحقیق خود به خود شکل گرفت. اون تضاد شدید بین سایه و نور که در عکس ها مشهوده منو علاقمند کرد که از یه قلم جوهری استفاده کنم. قلمی که روی سفیدی کاغذ میشینه. سفیدی کاغذ سفیدی نور کابله و حالا رنگا میتونن کم کم بیان واردش بشن. ظاهر و یا ناپدید شن. همه اینا برای من یک امکان فوق‌العاده بود تا بتونم به یه میزانسن جالب و در این حال مختص زبان انیمیشن فکر کنم. آبرنگ انتخاب مناسبی بود چون آبرنگ یه سری لکه رنگ ایجاد میکنه که چیزهایی رو به ذهن متبادر میکنه بدون اینکه لازم بشه همه چیز رو نشون بدیم. یعنی میشه باهاش جزئیاتی از واقعیت رو نشون داد و به همون هم اکتفا کرد. آبرنگ سادگی به کار میده. یه جور شسته رفتگی. این امکان رو میده که تماشاگر تخیل خودش رو دخیل ماجرا بکنه. Bon, alors j'ai soif. Tiens, attends, je te dis. امید و نیروی مبارزه و مقاومتی که در آدمای این فیلم هست از هر چیزی قوی تره. مسلماً بودی تراژیک در داستان وجود داره، ولی یه چیز دیگه هم درش هست. این آدم ها الهام بخش هم میشن و راه های جلوی پای هم باز میکنن که موجب میشه در نهایت حس مثبتی از این داستان بر جا بمونه. Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ? نمایشگاه چاپ‌های دستی المیرا میرمیران در گالری آران به بافت، مواد و مساله هنری توجه کرده. کلاژهای چاپی میرمیران در شکل غیر متعارف و در قالب حجم‌های چند لایه نمایش داده شدند. هر کدوم از این صفحه‌های شیشه‌ای ترکیبی از کارهای چاپی روی کاغذ دستساز، پارچه و فلز را در بر دارند که با توجه به زاویه دید و نور ترکیبی متفاوت می‌سازند.
میران برای این مجموعه از چند کلیشه یکسان استفاده کرده که هر بار بر مبنای سطحی که بر اون چاپ شدن بافت و ترکیب تصویری متفاوتی به وجود آورده. جزرومد عنوان نمایشگاه ناصر بخشی در گالری دستان به علاوه دوه. این نمایشگاه مجموعی از نقاشی ها و حجم های بخشی رو به نمایش گذاشته که به ماهیت تکرار شونده و سیال خاطره انسان اشاره داره. جعبه های بخشی که از جعبه های سورئالیستی هنرمند آمریکایی جوزف کورنل الهام گرفته، از اشیای حاضر آماده، عکس ها، تصویر های مجله ها و همینطور نقاشی ها و دست ساخته های او شکل گرفتن و به وقایع و رویاهای روزمره هنرمند ارجاع دارند. نقاشی های محو و سورئالیستی او هم تصویری مبهم از افراد و اشیایی را به نمایش میذارن که هر کدوم تجسمی ذهنی از یک رویا و یا خاطره اند. حسین والامنش یکی از هنرمندان مطرح امروز استرالیاست که اخیراً یک جایزه مهم در حوزه مجسمه‌سازی گرفته. او که خودش رو شهروند جهان محسوب می‌کنه، تونسته هنری خلق کنه که بی مرز و بومه و هر کسی با هر پیشینه‌ای می‌تونه باهاش ارتباط برقرار کنه. من در تهران به دنیا اومدم، شروع کردم تحصیلمو از 15 سالگی در هنرستان هنرهای زیبای پسران در تهران که در پیچ شمرونه و هنوزم هست. در همان زمانهای آخر این 3 سال تحصیل من، یکی از دوستان منو معرفی کرد در گروه بیژن مفید که داشتن تمرین شعر قصه میکردن. شعر قصه خب همونطور که میدونید یک نمایشنامه بود، داستانش در بیشتر فولکلوریک بود و کاراکترهای انسان رو شده بودن حیوان. بعد یک تازه واردم به این شهر میاد که اون فیل بود. من یادم میاد بیژن به من گفت من بزرگترین حیوان که فیل هستش دادم به کوچکترین هنرپیشه. خیر نبینی عمومی، خیر بعد از یک سالی موقعیت پیش اومد که مهاجرت کردم به استرالیا، با اشخاص بومی اونجا آشنایی پیدا کردم. نزدیکی اینها با طبیعت هم از نظر فیزیکال هم از نظر روحانیشون خیلی برای من جالب بود. از اون نظر من احساس کردم که اینجا میتونم زندگی کنم در استرالیا. من از اون اول علاقه داشتم نقاشی بکنم، ولی خب موقع جوان هستین اصلا خود هنر برات هنوز معلوم نیست چیه. کم کم شروع کردم بازی کردن با متریال. برای من خود رنگ مسئله بود که این یک لایه است که حقیقت نداره. بیشتر علاقه داشتیم که اون سطح اول کار یک از یه چیزی باشه که مردم بدونن چیه. مثلا در این کار میبینید این برگ نیلوفر آبیه. سفر اولی که با پسرم
و همسرم به ایران رفتیم سال 2010 بود فکر میکنم، اصفهان بودیم، رفتیم مسجد جامع. بعد من همینطوری که نگاه کردم بالا، البته دیدم سقف و دیدم آجرکاری رو، ولی اولین فکری که به مغزم افتاد این بود نقاشی های هنرمندای بومی استرالیا. گفتم چقدر جالبه که من الان دارم به این به فرهنگ خودم از دید استرالیایی نگاه میکنم و چقدر این نقش ها بیشتر جهانی هستند، به هممون تعلق دارن. ۱۸۴۵ قحطی ایرلند، خیلی ها از گشنگی مردن و خیلی ها مهاجرت کردن به استرالیا و این یاد بود برای اون اشخاصی که به استرالیا آمدن ما ساختیم. به طور کلی یک فضایی رو که یه دیوار خیلی بزرگی بود، این دیوار رو ما خراب کردیم و دو مرتبه ساختیم که این دیوار مثل این که کسی دست زده تکون خورده و یک میز رو نصفش رو این ور نصفش رو اون ور، برای اینکه می‌خواستیم این رو خیلی شخصی بکنیم. مثلا از یه طرف دید که درباره قحطیه یه دونه بیل سیب زمینی کنی گذاشتیم و دو سه تا سیب زمینی پوسیده که داره از بین میره. بعد اون طرف که مهاجرت به استرالیا هست، یک بشقاب هست، یک قاشق هست که ممکنه غذا باشه. بعد اون روی دیوارم یکی مثل دفترچه خاطرات یا ممکنه مثلا کتاب مذهبی باشه یا یه چیزی برای سبدی برای دوخت دوزی این دخترای جوان. یکی دیگه از کارهایی که میتونم یکمی تشریح بدم، کاری بود که در سال 2005 جلوی موزه ادلاید هستش. به موزه یکمی به عنوان الهام نگاه کردیم و یک دایناسور خیلی قدیمی به اندازه یک پرنده ای بود، ستون‌های فقرات این که به اندازه مهره انقدر دست آدمه، برای ما الهام داد که بتونیم این رو مثل بیس این ایده مصرف بکنیم. و به طور کلی مثل همون یادبود قحطی ایرلند، این هم همکاری بود با انجلا همسرم که همکار و هم با هم الان در حدود 45 سال کار میکنیم، زندگی میکنیم. این نیمکت ها همه دارن به دریا نگاه میکنن، جاییست که مردم بدونن میان میشینن. نرده های این نیمکت به من ایده ای داد که ببافم. شما فرش رو میندازی رو زمین میشینی، ولی نیمکت نشستن روی صندلی. در برای خودم هم هست که من اومدم از یه فرهنگ دیگه ای، ولی خب باید خودم رو اجاست میکردم به این بافت جامعه استرالیا. سال هاست یک کتاب شعر مولانا، یک کتابچه کوچولوی همراه خودم میبرم، میخوام یک صفحه از این رو چاپ بکنم به عنوان پستکارت بدم به مردم. ولی پشت این پستکارت نوشتم که این شعریست خیلی قدیمی، اگه میخواید ببینیم معنی این چیه باید برید یک نفر ایرانی یا افغانستانی پیدا بکنید که بتونن این رو برای شما ترجمه بکنن. واقعا یک باز کردن یک مکالمه خیلی قشنگیه از مولانا. مکالمه بود ما بین قالی و نیمکت، مکالمه بود ما بین فرهنگ ما و فرهنگ استرالیا. آوردن این دوتا فرهنگ با هم به زور نیست. فکر میکنم کمی موفق شدم که مردم میدونن از جای دیگه میاد، ولی میشه من نه بخوام یا ایرانی باشه یا استرالیایی باشه. به خاطر ساده بودن سوژه ها و شخصی بودن سوژه ها، اینها بیشتر میشن جهان بینی. خب به آخر برنامه این هفته رسیدیم. تماشا را در شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام بی بی سی فارسی حتما دنبال کنید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، خداحافظ.